تناز خامه از بندر کاله در شمال فرانسه با ما همراه شده. تناز، از شرایط پناهجوها تو بندر کاله به ما بیشتر بگو. آزاده، خب موضوع عبور پناهجویان از کانال مانش یه موضوع جدیدی نیست. از 4 سال پیش شروع شد و همون هفته های اول وقتی ما به اینجا اومدیم میدیدیم که اکثرا ایرانی ها و افغان ها این مسیر رو طی می کردن تا به بریتانیا برسن. خب این تعداد هی بیشتر و بیشتر شد. سال اول به صدها نفر، سال دوم به هزاران نفر، سال سوم به 28 هزار نفر رسید و سال گذشته یعنی همون 28 هزار نفر بود و الان از 3 ماه اول سال گزارش ها نشون میده که نزدیک 5 هزار نفر کانال مانش رو گذروندن و وارد بریتانیا شدن. خب بوریس جانسون به نظر میرسه دیگه چاره ای نداشت، بعد از 4 سال که انتقاد ازش میشد و به هر حال مسائل امنیتی پیش اومد، یه تصمیمی بگیره و حالا تصمیم میگرفته که خیلی از منتقدان بهش میگن که این باعث عملکرد ضعیف بریتانیا بوده و حالا با این تصمیم میخواد تمام مشکلات رو بندازه روی یه کشور آفریقایی، یه کشوری که خودش در حال توسعه است و مشکلات زیادی داره از نظر حقوق بشری و ما میبینیم واکنش های زیادی در خود بریتانیا داشته. اما اگه من بخوام حال و هوای بندر کاله رو با 4 سال پیش مقایسه بکنم، باید بگم خیلی فرق کرده. چرا که 4 سال پیش یا حتی 2 سال پیش وقتی من به اینجا اومدم، در کوچه و خیابون، در هر فضای سبز یا جنگل مانندی که در کاله دانکرک که 30 کیلومتری اینجا بود، شما میدیدید پناهجویان چادر زدن یا حتی زیر پل‌ها رفتن یه فضایی درست کردن که اونجا می‌خوابیدن. اما الان وقتی رد میشید شما به سختی همچین چیزی رو می‌بینید. خب تحقیق کردیم، به ما گفتن که به خاطر اینه که نیروهای امنیتی پلیس کاله بسیار تلاش میکنه اونها رو پراکنده بکنه، اونها رو تحت فشار میذاره تا اونها خودشون کاله رو ترک بکنن و یا حالا برگردن به کشورهای خودشون یا به مسیرشون و به بریتانیا ادامه بدن. شما وقتی از کنار پل‌ها عبور میکنی میبینین که با فنس با سیم خاردار اون بالاها کشیده شده، بنابراین نمیتونن برن اونجا زندگی کنن و کمپ‌ها دیگه نزدیک مراکز اصلی شهر نیستش. مثلا ما دیروز باید تا دانکرک میرفتیم و یک مسیر طولانی و پیچ در پیچ رو طی می‌کردیم تا یک جایی که اصلا وسط ناکجاآباد بود بتونیم پیدا بکنیم پناهجویان و با اونها صحبت بکنیم. بنابراین به نظر میرسه که فشار روی پناهجویان اینجا بیشتر شده از نظر مسائل امنیتی و اونها سخت‌تر شده شرایط زندگیشون. با دیروز با کسانی که صحبت می‌کردیم میگفتن ما نه پول داریم، نه هیچ توجهی رو می‌گیریم، نه آب و غذای کافی هست و حتی میگفتن فقط مؤسسات خیریه هستن که در روز به ما کمک‌های می‌رسونن و اگر اونها نبودن ما حتی یک روز هم نمی‌تونستیم زندگی بکنیم. هم البته به واکنش ها اشاره کردی، این تغییر قوانین مربوط به پناهجویا چه واکنش هایی رو داشته؟ خب ببین، رواندا به هر حال کشور آفریقایی هست، گزارش های زیادی داریم از نقض حقوق بشر در اون کشور، حتی روزنامه‌نگارانی که خودشون از اونجا فرار کردن به بریتانیا اومدن و این اتفاقی که داره میفته واکنش های بسیاری از چهره های سیاسی، فرهنگی، هنری و حتی مذهبی رو در بریتانیا داشته. شاید به اشاره کنم به ترزا می، نخست وزیر پیشین بریتانیا که خودش به هر حال چهره محافظه‌کار داره، ولی این بار میگه این کار اصلا درست نیست، غیر اخلاقی، غیر انسانیه و به صرفه نیست و نتیجه هم نمیده. اما به هر حال بریتانیا، بوریس جانسون و دولتش فکر میکنن اگر این کار رو انجام بدن جلوی قاچاق انسان رو میگیرن، موضوعی که گفته بیشتر کسانی که اومدن مردان جوانی بودن زیر 40 سال و حالا اگر ما اینها رو جلوشون رو بگیریم دیگه این اتفاق نمیفته، در حالی که ترزا می میگه نه، اون موقع زنان و کودکان شروع میکنن میان، به خاطر اینکه ما میدونیم مردان اکثرشون خانواده دارن در کشورهای خودشون و وقتی میان اقامتشون رو میگیرن اون موقع زن و بچه هاشون رو به بریتانیا میآورن. ولی در کنار این، در این فضایی که هستیم میبینین یکی از مؤسسات خیریه هست که بهش هتل پناهجو میگن اگر بخوایم ترجمهش بکنیم به زبان فارسی و میبینیم که چقدر انبارشون پره از امکاناتی که در اختیار پناهجویان قرار میدن. با هر کسی اینجا صحبت میکردم انتقاد میکرد، میگفت همه کمک ها، حمایت ها باید برای پناهجویان یکسان باشه. پناهجویان اوکراینی که الان در بندر کاله هستند توسط شهردار کاله در هتل ها و مسافرخانه ها قرار گرفتن و حمایت های کافی دارن، اما پناهجویان سوری، افغان، کسانی که از کشورهای دیگه در این سال ها اومدن، اکثرشون 10 سال بیشتر شاید تو کشورهای اروپایی بودن ولی اقامتشون درست نشده، ترک خاک خوردن و حالا اومدن اینجا و تلاش میکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن. به هر حال انتقاد از طرف سیاستمداران و حتی کسانی که در این مؤسسات خیریه دارن کار میکنن زیاد شده و همه این سوال رو میکنن که چرا دولت بریتانیا حالا که داره میزبان پناهجویان اوکراین میشه، کسانی که از جنگ فرار کردن، نمیتونه میزبان پناهجویان سوری و افغان و دیگر کشورها باشه، کشورهایی که میدونیم جنگ داشتن، کشورهایی که
شرایط بد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارن. یک چیز توجه من رو اینجا جلب کرد، شاید بتونم قشنگ فقط اینو توصیفش بکنم. یک کتاب فارسی برای بچه‌هایی که فارسی زبان هستن، نوشته آموزش الفبای فارسی. با کسانی که اینجا صحبت می‌کردم میشد از حرفشون این رو برداشت کرد که شاید به جای یادگیری الفبای زبان‌های مختلف، باید سیاستمداران، قانون‌گذاران الفبای انسانیت رو یاد بگیرند. ممنونم از همکارم طناز خامه که از بندر کاله در شمال فرانسه با ما همراه بودیم.